مسعود رجوی یازده مهر 1401 خامنه ای آب در هاون میکوبد و برای نیروها و دستگاه های زهبار در رفته ولایت شن میپزد در هجده همین روز قیام که ایران سراسر شعل است خلیفه ارتجا ظاهر شده تا با دستور سرکوب هرچه بیشتر، وقت خود را در مهار کردن اوزا بیازماید. اما هیهات که انقلاب دموکراتیک نوین ایران مهار پذیر نیست و بر سر راه خود هر مانعی را هرچند سخت و سنگین کنار میزند. شاه هم گمان میکرد که با آوردن ازهاری و تانکهایش به خیابان، بر انقلاب ضد سلطنتی چیره خواهد شد اما نتیجه معکوس گرفت سرانجام پای پلکان هواپیما اعلام بریدگی کرد و گفت احساس خستگی می کند و احتیاج به استراحت دارد با پولهای کلان از دست ملت گریخت یه مدتی است که احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت اکنون پس از شاه نوبت شیخ درمانده است که در آخر خط در برابر حکم تاریخ قرار گرفته است خامنه ای بیهود آب در هاون میکوبد و برای نیروها و دستگاه های زهبار در رفته ولایت شن میپزد باز هم مانند آبان 98 با قرار دادن بقایای شاه و ساباک در کنار مجاهدین مذبوحانه تلاش می کند با مخدوش کردن مرزهای جپه خلق و ضد خلق گذشته را با آینده در هم آمیزد تا به نفع حال یعنی حاکمیت شیخ تمام شود اما زمان به اقربهای های ساعت به عقب بر نمی گردد. خامنه ای این یکی را درست میگوید که اصل دعوا بر سر هجاب نیست بر سر تمامیت رژیم ولایت فقیه است آری بر سر انقلاب و سرنگونی است بر سر آزادی و دیکتاتوری است این خمینی و فاشیسم دینی بود که از روز اول مرزبندی را بین با هجاب و بی هجاب و با دین و بی دین و اسلام و غیر اسلام قرار داد از نظر ما دعوای اصلی بر سر آزادی و حاکمیت و رأی جمهور مردم بوده و هست و خواهد بود یک اگر خلیفه ارتجا با خط و نشان کشیدن های امروزش قصد ادامه و تشدید جنگ و سرکوب با ملت ایران دارد در چهل و دومین سال سرخ فام مقاومت پس از آن همه شکنجه و اعدام و قتل عام و بمباران از جانب خلق اسیرمان صد بار تکرار میکنیم ما زن و مرد جنگیم این گوی و این میدان دو گفته این و باز هم تکرار میکنیم که رژیم هر سال و هر بار باید شانس بیاورد تا سرنگون نشود اما برای ما یک بار کافی است مانند مورچهی که جلوی چشم امیر تیمور هفتاد بار از دیوار سخت بالا رفت تا سرانجام یک بار عبور کرد سه روزگار خاموشی پس از آن کودتای سیاه ضد فرهنگی در دانشگاه ها به پایان رسیده و اکنون هر دانشگاه به یک کانون شعلور شورش و انقلاب تبدیل شده است رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران در آغاز سال تحصیلی 97-98 گفت هر مدرسه را یک کانون شورشی هر دانشکده را یک کانون شورشی و هر شهر ایران را یک شهر شورشی کنید خوشا که اکنون گام به گام چنین می شود چهار قانونها و شهرها و مناطق شورشی از زاهدان در قلب سیستان و بلوچستان تا سنندج و کردستان به گفته خامنه ای از شمال غرب و جنوب شرق دیگر از پا نمی‌نشینند و سر باز ایستادن ندارند از شمال شرق تا جنوب غرب هم گسترش پیدا می کنند سلام بر تهران که شورشی ترین شهر جهان است انقلاب دموکراتیک مردم ایران پیروز می شود